درمن لیدونکو سلامونه او نیک له اله میمنه هله شروغ جوړو سی او خاصه ورځ به مو پیل کړی وسیږي به هم ساس دغه خبرونه پیل شو چې زمينه اکبري اوس ما همکار حشمت نورزی او زمنګ ټول ټکنیک ټیم را سره زمنګ حسه او هله ام دغه شتاس ته یو خخ خبرونه وړاندې کو داس خور په خبرونه کې چم ټکړو هم اقتصادي وسیږي ارزانه او خخوندور خور وسیږي نو دا چې سدي زنه بلکې حشمت په نوم راته وای ځکه چې زما خوونه د زو خبر هم نه ما حشمت خیر اغلی تشکر زنده بشم من به نوبه خود سلامای خود تقدیم میکنم خدا کنه کې جوړ او من باشید مینه خدا کنه خودت هم خوب باشی ډیر زه تمنا کوم اشمه جان شکر زه خو خیما نو د چې روختي همي هم خدا او خو په خوشحالي سره پر انرژي سره راغلی ما او د شمشاد ماحول د سې او ماحول د کمنګار سم ریسټرس او استراب یا خوښيني وسیګو نو کله چې د شمشاد دروازې تر نوزو د دفتر ته نو هر څه فشار نو ملمای ز ډیر خوشحالي ګو او با کله چې استودیو ته راځو دا د بیخي پر انرژي کیګو نو اشمه ستړي ښکاری ولې اینجا که وخت اینجا که میرسی میفهمی کی هر چیز خوردنی است اینجا دیگه اعصاب و تارام میشه اینجا کافی چاکلیت تو هر چیز یانوری و دخچال پیدا میشه دیگه اعصاب و تارام میشه و بدل جمع میشین یگان چیز نوشی جان میکنی بالکل اش مجان ده خبر خودی پر زایده نو قدرمن لیدن کو نن بیا په خبرونه کی یو دل خوندور خوړه چمت کو دا چې سدی نو اشمت خونن ډیر چمتواله نیولې ده او ترکارګان راوړي تر څنګ پنیر غوخه راوړي فکر کوم ما ته به ملمستیانی ولیوسی گشمت بله امروز هم میخوایم یک نو سینې مرغ آماده بسازیم کیره نامش هنوز نگذاشتیم گفتیم در جریان برنامه باز یک نام برای این انتخاب میکنیم سینه مرغ با سیر سیر هم داره و پنیر هم داره پنیر پیتزا این در داخل داش آماده میسازیم بسیار مزه دار هم است در قدم اول در روغن سرخ میکنیم بعدا داخل داش میگذاریم که آماده شود و موادی که برای آماده میسازیم مواد اختک آماده میسازیم از مصالحات با مصالحات تیر کاملا نخته میکنیم بعدا داخل لایه زیر برش میکنیم و داخل از سیر جابجا میکنیم یک غذایی است که در زمستان ما و شما حتما باید از استفاده کنیم شما یک بار در خانه آماده بسازید نوش جان کنین تا که شما هم از فواید سیر هم استفاده کنین که غذایی است که سیر فریمان هم داره دوستای عزیز پیش از اینکه ما کار شروع کنم میریم مواد لازمه را میبینیم بالکل اشمل جان نو دیتا ویل شو دی خوړو ته د چرګ غوخه د پنیر سره د پنیر سره هم ورته ویل شو د شی چرګ هم ورته ویل شو او د داس هم ورته ویل شو چې اوګلرون کې چرګ اوګلرون کې چرګ هم ورته ویل شو خاډی خزه خیر ده د چرګ غوخه د پنیر سره ورې پنیر سره خاصه پنیر سره ډیره ګټه پکې اخلي نو قدرمن لیدونکو تاسو هم قلم او کتاب چر واخلې لزان سره د اړین توکو پکیج یاداشت کړئ اوس هم زو پګړ سره د چرګ غوخه د پنیر سره د اړین توکو پکیج ګورو بیا هم زموږ سره پاتې شئ د چرګ غوخه له پنیر سره مصرفي توکو پکیج د چرګ غوخه د پیتزا پنیر اوګه تورمرچ چیلی فلاکس سرمرچ، وچه دانیا، زیرا، مالگا، سرکا، سویا ساس، چیلی ساس او غوړی. درنو لیدونکو بیا هم خره غلاست د اړین توکو پکیج مو وکړو اشمه جان خوړې په خبرونه کې د چرګ غوخه د پنیر سره چمتو کړی تاسو هم تل هڅه وکړئ د پخلی خبرونه وګورئ تر څو چې تاسو هم په بیل بیل ډولونو سره خوړز د شي او په خپل کورن کې چمتو کړئ اشمت ته بدارته وای چې په پیل کې به کوم کار در قدم اول مصالحات اضافه میکنیم تا مواد رو که برای آماده میسازیم او را آماده بسازیم یک قاشق مرچ سرخ اضافه میکنیم مرچ سرخ میده و یک قاشق هم چیلی فلکس مرچ سرخ دانه دار هم برش گفته میتونیم و طعم از و کیفیت از از یکی دیگر متفاوت است به او خاطر از هر دوی از استفاده میکنیم یک قاشق هم مرچ سیاه تخم گشت نیست او دی دنیا پودر دنیا پودر هم یو قاشق و مالگا هم باید اضافه کو دا هم مالگا او دا هم زیره ډیر ښه زیره دی هم اضافه کړل بله اشمت یو ډول ترکاری ده او خشین بوټی ده ورته شبت وایي تا یې نوم اوریدلی ده بله شبت هغه څه ډول ترکاری ده څه ډول بوټی ده هغه شین چې کوم ده خو حالا یک ذره سرکه اضافه میکنیم شبت به شکل است که زیاتر
در شوله زیادتر کسا استفاده میکنن. یعنی شوله را که در شبت اضافه کنیم بسیار مزه‌دار آماده میشه. شبت در شوله یا شوله را در شبت؟ نه شبت در شوله، شوله را در شبت بسیار مزه‌دار آماده میشه. یعنی یک سبزی است که زیادتر در اطراف ها زیادتر از مردم استفاده میکنن و این هم یک مقدار چیلی ساس. نه خپل خبر دیده فهم مکمله که چیلی ساس پختنه و بیزه در نوکم خواهد. بله. شبت پاره دیویلی و شبت هم به می شکل است که نازک نازک است. یعنی به شکل گشنیز و نانا یا است. خب به شکل نازک نازک است. وقتی که در بازار بریم خریداری کنیم می فهمیم کدام از این شبت است. یعنی فواید پیشتر هم داره. شبت دیر خواه بوی لری در شبت بوی زمار دیر خواهیگی او دیر زیادی گتی لری. نو دوام دیل پرم بیلی که در غوخ سر شبت هم مکس شی گت شی نو در غوخ بوی هم لمن زوری. آره یک اپ میزنی؟ با در روز دیگر توی در کار کنیم این رقم یک غذا آماده بساز شبتم داشت اضافه کنیم. خیلی سمده خواه. خب. او اضافه کرده؟ این که چی اضافه کرده میره بازم من تکرار میکنم که یک اندازه مساله جات، سویا ساس، چیلی ساس و همچنان سرکه و این هم روغن زیتون. یک مقدار روغن زیتون هم اضافه میکنیم به خاطر از اینکه زیتون غوړی و نو سیاشمت نو پاغه صورت کسه از این روغن عادی هم استفاده کرده میتونیم از کدام که در خانه داشتیم روغن ساده اضافه کنیم روغن زیتون اضافه کنیم اون مشکل نداره هر کدامش که شما اضافه میکنید نو بالکل ښه قدرمن لیدونکو تاسو باید یو ټکی ته پام وکړئ که څنګه شاید تاسو به پرې پوهیږئ هم عملي کړي به مو هم وي کله چې غواړئ یا د کبانو غوښه یا هم د غټ مال غوښه یا هم د چرګ غوښه چمتو کړئ یا په داش کې یا هم غواړئ چې په کړای کې چمتو کړئ په پیل کې کوشش وکړئ چې د مرچ او مسالو سره حداقل 2-3 ساعته مخکې اخته کړئ تر څو چې د غوښې خوند هم سم شي او د مرچ او مسالې په سمه توګه باندې جذب کړي وروسته له هغه نه که تاسو پاخه کړئ واقعا ډېره خوندوره غوښه به چمتو شي بله ما این خشمت داده چرگ سینی غوخه ده؟ سینی مرغ هست از سینی مرغ باید استفاده کنیم این قسمت کاش کمه باید ایره به می شکل آماده بسازیم و ایره به این شکل برش میکنیم خخا یعنی چوتا کوی نه صرف غواړي چې سلګي دا غوخه پرې کړی بله ایره به لمنځه پخشیم اندازه ایره برش میکنیم این به این شکل داخلای ازی به این شکل باید آماده شوه تمام ازیره به این شکل باید برش کنیم یعنی تا آخیر برش نمیکنیم تا این قسمت سالم است و این قسمتش برش شده است یعنی به این شکل باید این را برش کنیم اشمت زکه چې ما ځینې کسان لیدلي دا د چرګ غوښه یې نه خوښېږي چې د چرګ غوښه وخوري او ځینې دي چې د کبانو غوښه یې نه خوښېږي او که د غټ مال غوښه واوسېږي په هغه صورت کې کولی شو د پنیر سره چمتو کړو او په همدغه طریقه سره مخته لاړ شو اگر از او باشه باز میتونیم که چیز کنیم گوشت پشمغز اگر باشه از او آماده میشه در صورتی که گوشت پشمغز باشه بله گوشت پشمغز یعنی گوشت است که نرم است نسبت به گوشت عادی اون گوشت پشمغز نرم است و یک تفت بسیار خرد باز میتونیم که او نرم شود و او لحاظ میتونیم که از گوشت پشمغز استفاده کنیم ما این قاب کم پاک کنم نو ډیر ښه قدرمن لیدونکو تاسو هم تل هڅه وکړئ دا چې خواړه په کور کې چمتو کوئ نو مثلا کچالو دي تاسو تل مثلا که د قورمې په شکل سره چمتو کوئ هم په سره شوي ډول سره تاسو کولی شئ د صرف کچالو نه په بیلابیل ډولونو سره خواړه چمتو کړئ خو مهمه دا ده چې تاسو تل د پخلی پروګرامونه وګورئ که زموږ د پخلی پروګرامونه اوسي پخلی پروګرام اوسېږي یا هم په یوټیوب کې ځینې پروګرامونه سرچ کړئ تر څو چې تاسو وکولی شئ چې صرف د کچالو څخه په بیلابیل ډولونو سره خواړه زده کړي او په کورنو کې چمتو کړي او همدارنګه د غوښې څخه او نورو ترکاري څخه اشمت نو غوښه دې په همدغه ډول سره چمتو کړله او اوس دې هم مرچ او مسالو کې دې اخته کړه با دست ما تمام قسمت های داخل از ایره باید مساله رو جابجا کنیم این مساله و مواد که آماده ساختیم در لا بلای ازی باید قرار بگیره تا به شکل صحیح و منظم یخته شو و آماده شوه ایره به این شکل تمامش آماده میسازیم و این مسالجات باید بر خود جذب کنه و در قسمت های داخل از یام همین مسالجات باید قرار بگیره دیشکا اشمت پکرایی که غوری اضافه کنه؟ در کرایی اگر اضافه کنی خوب میشه نه زبا در سرم رسته کوم از که چی همیشه زده خوارو خان گورم انو باید مرسته هم در سرم کما زبا در غوری رو اخلم تیره تو وی اشمت پا کمانده زباید غوری اضافه کنم ولی خانده ایج من گفتم باش که میشه یا نمیشه بس قدر زیاد نی بس همی اندازه کفایت میکنه نو دا گاز با هم روخانه کما
گاز هم روشن کو تا که روغن هم کم داغ شوه. خوب لاس خوبیم زوبشو دستکش خدا باید تبدیل کنم. نو قدر من لیدن که تاسو هم تل زمانگ ده پخلی پروگرام و گوری ترسو چه تاسو هم پامده دول سر خوارل زدکری او پکورنو که چم تو کری شمشاد تلویزیون تل حسن کوی چه تاسو تا خب پروگرامونه ورانده که اگه که پسیاسی برخه که اوسی گی پهار برخه که اوسی نو زکش زمانگ هدف هم داغده چه تاسو معلومات پهار برخه که باید زیاد شی او کم زمانگ پروگرام تری دامنه وی کتلی کولی شی چه ده شمشاد تلویزیون فیسبوک پانه که او پا یوتیوب که زمانگ خبرونه ده بیازه لپاره و گوری تاسو کولی شی چه ده پخلی خبرونه فیسبوک پانه تا هم لار شی ده پخلی خبرونه په کومنټونو کې تاسو خپل نظرات زموږ سره شریک کړئ. هر ډول خوړ چې تاسو خوښیږي چې موږ په خبرونه کې چمتو کړو تاسو اړین توکي ولیکئ، د خوړو نوم ولیکئ تر څو چې زه او حشمت کومنټونه ولولو، وروسته له هغه نه ستاسو د خوښې خواړه په خبرونه کې چمتو کړو. حشمت نو اوس څه کوو؟ خو حالا نوبت به ای رسیده که یک اندازه سیر یک ذره یک زیادتر استفاده میکنیم. سیر به می اندازه برش میکنیم. اوس هم هوګی غواړئ چې څه کړئ؟ هوګی اضافه کړئ. بله، به اینی اندازه باید برش کنیم تا که در قسمت های داخل ازی هم قسمت های ازی که برش کردیم یه سیر باید جا به جا کنیم. نو دیر خواه اشمت اړین ده چې باید د چرګ د سینې غوښه وسی او که د چرګ مثلا یا دوران غوښه وسیږي یا هم مکمل ثابت چرګ وسی کولی شو چمتو کړو؟ بله، از ران مرغ هم میتونیم، از سینې مرغ هم میتونیم، خود مرغ به شکل ثابت هم میتونیم به این شکل آماده بسازیم. یعنی مکمل درست چرګ هم کولی شو؟ بله میتونیم. چې په همدغه ډول سره چمتو کړو، هر ډول په هر ډیزاین چې ستاسو خوښیږي کولی شئ چې چمتو یې کړئ او خوند ترې واخلئ. بله، سیر هم به این شکل توته میکنیم. ډیر ښه. اشمه څنګه دې خوښه ده تر څو چې غوړي هم سره کېږي هوګه میده کوي؟ لاړ روغن سرخ هسته. روغن سرخ است. حالا ما این طریقه ازی را که به چه شکلی را آماده می سازیم در این قسمت های ازی سیر جا به جا می کنیم. این به این شکل واقعا هم خاص مهارت تا اړتیا لري او څنګه دی فکر شو چې ته باید داسې یو کار وکړې؟ بله، د خوړو په پخولو کې یعنې په پخلي کې حوصله دقت ته ډېره زیاته اړتیا شته. بله، که حوصله که نداشتی دقت نداشتی دیگه باز دیگه آشپزی کی صحیح میتونی؟ باید حوصله داشته باشیم تا یک غذای صحیح و منظم آماده بسازیم. بالکل بالکل. نشمت پم دغه ډول سره باید چمتو شي. بله، اوس به هم لاړ شو. پوهیږي چیرې ځو؟ نه، حالا جایی نمیریم، به این شکل آماده میسازیم. داخل روغن مگذاریم و تمامش به این شکل گاز باید بسیار نرمال بانیم تا که به شکل صحیح و منظم سرخ شود. سیره به این شکل مقدار دیگهشم داخل کرایی اضافه کرده. یک مقدار آب هم در او اضافه میکنیم. بعدا باز تف میتیمش تا به شکل صحیح و منظم آماده شد. اشمت دا پتی بانی باید دا غوری دسی لپاس رو بانی وشین دسی ترسو چه وقت سم صحیح پخه شی. خب لفتی بانی سوزیده یه دسی منا می سوزه دا باید غوری دسی شی کنه دا پاسینه طرف مخصه پوخ شی خام پاتی میشی. او را که به او شکل می سوزی باید یک دانه قاشق بگیری یعنی دقت او سلاک پیشتر یاد آوری کردی؟ نه، مهارت مهم ده. خیلی که قاشق او نو سی که مگه کولی شو چی ده یو دستی سنه مثلا پنجین هم استفاده کرو. مهارت مهم ده. ام دوست خودی بکرده از پنجه هم تو استفاده کرده میتونی ما نه اشمت دستی کستی تو رو سلیده لیده چی پا قاشق نه صرف پنجی بنده آش شخری آش آقا آش چی او بده رو سیگه. خب میشه که پنجه دانه شو بخو باز اوش شو. نه 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 دوبی پنجی وندی باور که ما یعنی خپل دستر بلیده لی حالا امزه حیرانه پاتی شم زه که ما تا دوم رجالی با اوست میده تخبرانه که هم ویلا. خب ایره به میشه که لردو روش سرخ میکنیم. این روش که کم سرخ شد ولی متوجه باشیم که روش که سرخ میکنیم قسمت هایی که سیر داخل جا بجا کردیم از پیش ما سیرا نفته، یعنی به شکل بسیار آیستا یک چیز گرفته بالاش روش دور میتیم و سرخ میکنیم. هر دورش که خوب دیدیم که سرخ شد دالت است که خوب صحیح سرخ شد یک مقدار کم آب اضافه میکنیم، سرپوشش میمانیم تا که دم بخوره و آماده شد که داخلش هم گوش به شکل صحیح منظم نرم شد. تا وقتی که نرم میشه میریم یک وقفه کوتاه میگیریم. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لنډه شاندمه وه. نو د دمې په لټ کې اشمه جان هم ځینې کارونه سرته ورسول. غوښه یې د هوګې سره په سمه توګه باندې چمتو کړله او وروسته له هغه نه غوښه یې په غوړیو کې اضافه کړله، سره شوه. نو په فکر کوم مکمل به نه سره شوې، لا به هم کار پاتې نیست. آماده شده و پخته شده به شکل صحیح.
و ای که داشتیم داخل داشتیم مگذاریم و کم دیگه هم بریان میکنیم و دیگه هنوز خوبتر پخته میشه و صحیح و منظم پخته میشه و حال هم به این شکل یعنی بس بریان شده خب این دیگه شم روش دور بتم این روش خوب صحیح بریان شده این قسمت دیگه ایش کس قسمت پایینش باید هم یک کم بریان شده دیر خاشوت گوره کتی ورته زیر شوی گوره در دیزاین څومره ښایسته ده کنم ډیر یو خاص مهارت څخه دې پکې کار واخیستو نو قدرمن لیدونکو څنګه چې تاسو یې طریقه ولیدله هیله ده چې زده کړئ موسیقي غوښه په پیل کې په غوړیو کې په استره کړل په یوه اندازه باندې وروسته له هغه نه غوړي چې د داش په قالب کې کېږدي او په داش کې هم غوړي لږ تفت ورکړي او په سمه توګه باندې ترڅو چې له منځه غوښه نرمه شي او په سمه توګه باندې پخه شي تاسو یې هم په همدغه ډول سره چمتو کړئ او خوند ترې واخلئ بله حالا در نوبت به این رسیده که گاز خاموش میکنیم گوشت مرغ آماده است و این داخل قالب داش و یا هم به می شکل دیش ناسوز باشه یا قالب داش باشه این داخل جا به جا کرده و چی میکنیم باز؟ یک مقدار پنیر پیتزا بالاش اضافه میکنیم تا به شکل صحیح و منظم پخته شود. خانو ډیر ښه. حشمت اړین نه ده چې باید د پیتزا د پنیر څخه پکې استفاده واخلو استفاده وکړو. اگر پنیر پیتزا هم اضافه نکنیم میتونیم که از سبزیجات اضافه کنیم در بغلش از اون میتونیم که استفاده کنیم یعنی ضرور نیست که باید 100% ما باید پنیر پیزا رو اضافه کنیم مهم نیست که امو شکل و شکلش به شکل صحیح و منظم آماده شود از سبزیجات هم میتونیم که رومی و دلمه و در کنار از این مرچ تازه و سیر خدا را سیر فریمان داره از اون هم اضافه کرده داخل داش بانیم به هر شکلش که شما خوش داره به اون شکل آماده بسازه حالا ما یک مقدار پنیر پیزا بالای از این اضافه کرده نو قدرمن لیدونکو تاسو هم په همدغه ډول سره چمتو کړئ په همدغه ډول سره مخ ته لاړ شئ نو قدرمن لیدونکو هیله چې زموږ خپرونه مو تر دې دمه کتلې وي خو که مو نه وي کتلې کولی شئ چې د شمشاد تلویزیون فیسبوک پاڼه کې او د پخلی فیسبوک پاڼه کې همدارنګه کولی شئ چې تاسو په یوټیوب کې پخلی سرچ کړئ او زموږ هر خپرونه چې تاسو نه وي کتلې وکولی شئ وګورئ بله یک دوستی توتا دولمه به شکل وطنی دیگه میباریم دیگه هر سات تخته رو بی و ایره برش کن اما تو وطنی سعیست که برش کنیم یک دوستی توتا دولمه رومی از رومی هم میتونیم که بالا استفاده کنیم یک توتا رومی رو هم استفاده میکنیم تا که رومی هم بریان شوه و به شکل صحیح و منظم از استفاده کنیم قدر من لیدن که تاسو غواړی زمونږ د پخلی خپرونی یعنی هر وخت یعنی دا چې ابدو زمونږ هم کارن چې کله اپلوډ کوي تاسو یې هم وګورئ نو تاسو د پخلی خپرونه در سره لایک کړئ او د شمشاد تلویزیون فیسبوک پاڼه چې کومه ده هغه هم لایک کړئ تر څو چې زمونږ خپرونې وګورئ اشمت نو د 10 درجه باید څومره اوسیږي د سودخو لپاره یې داش کېږدي ایر داخل داش به درجه 180 درجه سانتیګرید مګذاریم به مدت 10 الی 15 دقیقه مگذاریم تا که به شکل صحیح و منظم پنیر ازی آماده شود وقتی که پنیر سرخ شد دیگه از اون میفهمیم که غذا آماده است و از داش میکشیم و نوشجان میکنیم تا که آماده میشه و میریم ویدیوی کمکارای ما با هم آماده ساختن با هم میبینیم ډیر خنو قدر من لیدن کو سمز پکړه سره هغه ویدیو ګورو چې د میوي څخه خوله ډیزاین جوړوي ورسته له ویدیو نه به هم زموږ عملته مه هیروي اشمه جان په خبرونه کې خوندور خوړه چمتو کوي
درنو دن کو بیا هم خره خلاص ویډیو په غره سره وکړل چې د میو څخه خپل ډیزاین جوړ کو اوس بشمت راته وی آیا د چرګ غوخه د پنیر سره چمتو ده کنه لا کار پاتې ده نه آماده است ان شاء الله گازا خاموش کردیم خاموش کنم بله از داش باید بیرون بکشیمش واه واه حشمت سمره خوندور ذایقه لري یعنی ډیره خوندور ذایقه لري قدرمنو لیدونکو مخکې دې چې زه یې وخورم زه د لوږې احساس ورته کوم واقعا ذایقه یې ډیره خوندور ده نو که تاسو یو ځل چمتو کړئ نو تاسو به بیا ویستئ واقعا مینې چې کوم سمره تعریف کوي د خوړو واقعا همداسې خوندور دي نو حشمت جان ستاسو څخه نړۍ نړۍ مننه ده چې تل هڅه کوي چې خوندور خواړه چمتو کوي او په بیلابیلو ډولونو سره اسانه خواړه چمتو کوي تشکر از خودت این همیشه که از دلمه شما استفاده کنی از رومی شما استفاده کنی خب ایره با مدل خود برش کو بعد نوش جان کو همی اندازه فکر میکنم برای خودت کافی است نه همدوم در سیدی اشمت بله. نو ما تا از با قاشق و پنجره اخلم بله دوستای عزیز مزه غذا را با شما همکارم شریک میسازم این بود برنامه امروز ما خدا کنه که مورد علاقه تان قرار گرفته باشه غذاهایی که شما میخواین در صفحه فیسبوک یا یوتیوب ما در قسمت کامنت نام و غذا را بنویسید تا ما هم غذا را به شما آماده بسازم مین خودت مزید غذا را با دوستا شریک میسازم نیدم رغت علیکم رخ باید چه لگ لگ خوریم آن نوش جان بیبی که بسیار زیاد داغ است که خدای نخواسته نسوزی دوستا عزیزی بود برنامه امروز ما تا برنامه بعدی خدا حافظ و نگهدار واقعا ډیر خوندور خوړی دی اشما جان ډیر زیات من قدر من لیدونکو کې تاسو یو ځل چمتو کړئ نو هر کله به چمتو کوئ ډیر خوندور خوړی ول هیله تاسو هم زده کړئ اوسېږي او چمتو یې کړئ تر بیا ولې خبرونه ښه وخت خېچره لاله دلمو مننه